اردوغان روز چهارشنبه است. آقای تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگه در قضیه برجام و توافق آمریکا با این موافقتنامه اتمی آمریکایی‌ها در چند مورد غفلت کردند. یکی که فقط تمرکز کردن روی تهدید اتمی جمهوری اسلامی و واقعی تهدیدها رو ندیده گرفتن، اشارش مثلا به حمایت از ترور، اشارش به توسعه صنایع موشک بالستیک بابا. این نظر آقای تیلرسونه. و سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم یک سیاهه داد از مجموعه فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلام. اینا همه نشانه تغییر استراتژیست در ایالات متحده آمریکا، خاصه وقتی می‌بینیم که آمریکایی‌ها تصمیم دارن دفتر بررسی تعهدات آمریکا در موضوع برجام رو در وزارت خارجه ببندن. یعنی موضوع الان در حال بررسی است و نشانه باز تغییر سیاست‌های راهبردی است در قبال ایران. یعنی موضوع سازش دیگه اهمیتش رو از دست داده با همه توصیه‌های آقای جان کری. آقای جان کری هنوز هم میگه باید در سیاست خارجی رو و در دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی باز گذاشت. حتی میگه که شماره تلفن آقای ظریف در اختیار آقای تیلرسون هست و او باید مجددا این کارخانه دیپلماسی آمریکا رو به کار بندازه. امیران ارجمندم، یک نظرسنجی صورت گرفته توسط بلومبرگ در نیویورک پیرامون نرخ تاییدیه ترامپ و همینطور خانم هیلری کلینتون. همچون مشاهده می‌فرمایید، آقای ترامپ توانسته در این زمینه خانم کلینتون رو پشت سر، یعنی از خانم کلینتون سبقت بگیره. و یک نظرسنجی دیگری هم صورت گرفته درباره آقای پررایان، رئیس مجلس و یکی از ستاره های حزب جمهوری خواه، که نرخ محبوبیتش به طور آشکاری کاهش پیدا کرد. حالا ما کاری نداریم به نتایج نظرسنجی ها، اما اون چی که جالبه اینه که بلومبرگ این نظرسنجی رو در بین 1100 نفر انجام داده. یعنی 1100 نفر در این 1001 نفر، ببخشید، مثل 1001 شب، از طریق تلفن، یعنی مصاحبه از طریق تلفن. بعد میگه ضریب خطا 3.1%. دیروز یک گفتگو داشتم با دکتر حسام نوذری در همین باره آمارگیری در ایالات متحده آمریکا که اسباب عدم اعتماد مردم رو فراهم کرده. این آمارگیری هایی که توسط نهادهای نزدیک به حزب جمهوری خواه یا نزدیک به حزب دموکرات صورت میگیره و مردم رو سردرگم کرده. ما در آمریکا 350 میلیون 340 میلیون جمعیت داریم. آمریکا 50 ایالت داره. وقتی شما با 1001 نفر گفتگوی تلفنی انجام میدید، مفهوم میشه که سهم هر ایالت میشه چند؟ میشه 20 نفر. یعنی در هر ایالت با 20 نفر مصاحبه میکنید. این 20 نفر آیا میتونن نماینده افکار عمومی در یک ایالت بزرگ مثلا مثل کالیفرنیا باشن با 40 میلیون جمعیت، یا ایالت نیویورک، یا ایالت واشنگتن، یا فلوریدا؟ نشون میده که سیاست در ایالات متحده آمریکا تقریبا بر همه چیز داره سایه انداز میشه و رسانه ها داره قربانی میشه. برای همینه که سی ان ان دیگه امروز تبدیل شده رسانه شماره 4 در آمریکا، چون نرخ اعتماد نسبت به این رسانه کاهش پیدا کرد. دکتر رضا تقی‌زاده عزیز، تحلیلگر برجسته، امروز با ماست هم میانانم. مسائل رو با دکتر تقی‌زاده در میان میگذاریم. مضافر این که نشریه بیل پلاس عکسی چاپ کرده از پایگاه قولاسای ایالات متحده آمریکا در سوریه که نشون میده آمریکایی‌ها نرفتن در سوریه به طور موقت، بلکه رفتن که در اونجا بمانند. این پایگاه در شمال سوریه است، در نزدیکی کوبانی هم میانانم. عکسش رو دارید، ببینید عکس فضایی که از این پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا گرفته شد. خب دیگه سوریه دست همه هست جز مردم سوریه. آقای دکتر تقی‌زاده، درود بر شما. سلام به شما میبودی، سلام به بینندگان، به هموطنان ما در ایران، بیرون از ایران.
و خوشحال از رسیدن چهارشنبه دیگه گپ و گفتی با هم. هفته گذشته بحثی که داشتیم با شما خیلی چالش برانگیز بود، خیلی هم بازتاب داشت این گوشه اون گوشه، ولی به نظرم کاری که شما کردید خیلی فوق‌العاده است، یعنی در رو باز کردن و همه گروه ها رو دیدن، با اونها وارد گفتگو شدن، ببینیم که کیا آمادگی دارن، کیا ظرفیتش رو دارن. رو اما پرسشی که بخوام با شما در میان بگذارم اینه که اگر قرار بشه یک رفراندوم نمادین در خارج از کشور برگزار بشه که ایرانیان داخلا بتونن در شرکت بکنن، با توجه به اینکه ایرانی ها 50 میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی داره، به کامپیوتر دسترسی داره، نظر شما چی آقای دکتر تقی‌زاده؟ آی میبودی، فکر میکنم که سهل و ممتنع هست. بگذارید فقط یک گریز کوتاه به اون چی که هفته پیش با هم گفتگو کردیم داشته باشم و بگم واقعا من با تیب خاطر از کلمه به کلمه اون چی که در جلسه گذشته مطرح شد دفاع میکنم و پای اون نیستم. طرح یک مسئله به عنوان پشتیبانی از اون مسئله نیست، طرح مسئله به صورت یک واقعیت برای اینکه بتونه بحث و گفتگو به راه بیاندازه و باور کنیم که کلید فردای ایران رو بعد از این حکومت یا نه به دست شما سپردن نه به دست من، که به یک گروه که 10 نفری 5 نفری بسپریم و اونها بگیم که انحصاری فردای ایران متعلق به شماست. این خواب هم نیست، از کابوس بچگانه هم بدتر. در حال بایستی واقعیت های موجود در صحنه رو پذیرفت، بایستی کینه توزی ها رو کنار گذاشت و باید به مسائل ایران و فردای ایران عمیق نگاه کرد و تصویر بزرگتر رو دید. در این نوع برخورد من از آنچه که گذشت هفته پیش همونطور که گفتم کنار کلمه به کلمه مطالبی که عنوان شد نیستم، ولی در مورد گمانه‌زنی افکار مردم ایران خارج و داخل کشور فکر میکنم خارج از کشور آیمی بودی این قضیه خیلی آسان‌تر باشه، برای اینکه همونطور که شما به بعضی از ابعاد مشکل گمانه‌زنی اشاره کردی، محیط گمانه‌زنی محیط مؤثری است. یعنی بیشتر این مؤسساتی که با مردم تماس میگیرن تا نظر اونها رو در یک مورد خاص جویا بشن، مثلا در مورد انتخابات، در مورد شخص بخصوصی یا حزب بخصوصی، از راه تلفن این کار انجام میدن و اگر که کسی احساس آزادی بکنه طبیعتاً پاسخ درستی میده، مگر اینکه قصد شخصی داشته باشه بدون ترس که پاسخی که میده شکل انحرافی پیدا بکنه. این انحراف رو ما در آمریکا دیدیم، در انتخابات بریتانیا جایی که من زندگی میکنم زمان پیش از رای گیری اخیر و بعد از اون دیدیم. ولی یک چیز که قابل اثبات بود و تقریبا نزدیک به حقیقت نتیجهش در اومد خروجی های رای بود. این فرق میکنه با اونی که شما پیش از رفراندوم بگید که ما با 1000 نفر تماس گرفتیم و این نظرسنجی انجام شده، با 1 میلیون نفر تماس گرفتیم نظرسنجی انجام شده این شماره شه، ولی پیش از اون بگید که ما فکر میکنیم 10% گرایش به کجا دارن. اینها با 1000 نفر صحبت میکنن از اون 1 میلیون یا از اون 50 میلیون جمعیت کشور موضوع رو میپرسن و با بست دادن این 1000 نفر نتیجه رو به عنوان گرایش های 50 میلیون میفروشن. این در اروپا با وجود ضریب خطای بالایی که داره، در آمریکا با وجود ضریب خطای ثابت شده ای که ما دیدیم، در کشوری مثل ایران که یک حکومت دیکتاتوری برش حاکم هست طبیعتاً خیلی بالاتره. این جمعیتی که رفتن حالا 68%، 70%، 50%، هرچه 50% که بودن رفتن رای دادن، تعداد زیادی از اونها از راه ترس رای دادن. رای دادن برای اینکه گروه دانشجویشون به هم نخوره، برای اینکه در دانشگاه پذیرفته بشن، برای اینکه گذرنامه برای خروج تمدیدش با اشکار روبرو نشه، برای اینکه حقوق بازنشستگی اونها رو قطع نکنن، برای اینکه شغل وقتی میخوان بگیرن در دوائر دولتی که بزرگترین استخدام کننده است با مشکل روبرو نشه. شناسنامه اونها باید مهر داشته باشه و این فرهنگ مردم در حکومت دیکتاتوری امروز اسلامی شده. این ترس در جاهایی که از اونها سوال میکنن آقا این حکومت رو میپسندی، میپذیری یا نمیپذیری، با توجه به ترس هایی که حکومت ایجاد کرده
وزارت اطلاعات، شنود کردن تلفن‌ها و غیره طبیعتاً خیلی بالاتره. بنابراین احساس امنیت و آزادی نمی‌کنن در دادن پاسخ‌ها. اینجاست که گمانه‌زنی به این ترتیب به نتیجه لازم نمی‌رسه. البته اینترنت، فرستادن ایمیل، باز کردن صفحاتی در رسانه‌های اجتماعی مقداری از این ترس رو در مقایسه با مکالمات تلفنی و پرسش تلفنی کم میکنه، ولی از میون نمیبره. این است که من شک دارم آقای میبودی که حداقل در داخل ایران اون چه که به عنوان نظرسنجی مورد نظر هست به نتیجه نهایی برسه، ولی با توجه به اگزیت پول هایی که رایگیری های خروجی کسانی که رای داده بودن و شکل نمونه هم داره، اگر چنین برخوردی صورت بگیره، مثلا با 10,000 نفر ایرانی به صورت غیر منظم انتخاب بشن، در کشورهای مختلف با اونها گفتگو بشه و از اونها نظرسنجی بشه، و این کارو باید یک سازمانی که این کار هست، حرفه‌ای هست، انجام بده، مثل گالوب، مثل بلومبرگ و مثل سازمانهای دیگری که این کارو به صورت علمی و حرفه‌ای انجام میدن. برای اینکه شیوه نظرسنجی هم خودش و طرح سوالی که انجام میگیره در نتیجه نظرسنجی خیلی اثر داره. در حال فکریست، ولی من به نتیجه اون به خوشبینی شما نیستم آقای میبود. تشکر میکنم. بنابراین یکی از راه حل ها اینه که ما به مؤسسات قابل اعتماد که در این زمینه کار حرفه‌ای انجام میدن مراجعه کنیم. پس من یکی از مؤسسات که الان شما اسمش بردید بلومبرگ بود که نظرسنجی های اخیر رو انجام داده، چه در رابطه با دونالد ترامپ، چه در رابطه خانم هیلری کلینتون، چه آقای پررایان، و میگم ایشون با 1,001 نفر در وزن 1,001 شب گفتگو کرده، تاکیدم شده که با آدالت، با بزرگ سالان آمریکایی، و بلافاصله نتیجه‌گیری کرده که ضریب خطا فقط 3.1% مصاحبم تلفنی صورت گرفته. یعنی میخوام بهتون بگم که حتی مؤسسات خیلی معتبر هم امروز روز خیلی خیلی دوچار سطحی انگاری میشن. البته انگیزه های سیاسی داره در آمریکا، چون واقعا یک جنگ قدرت جدی جریان داره. یعنی اینا اگر بتونن وضعیت آمریکا رو یا کاخ سفید رو تو این 1 سال اندی آینده مصلوب نگه دارن، خب میتونن بازی رو در بازی بعدی رو ببرن. یعنی مجلس میتونن دوباره از آن خودشون بکنن، و این جنگ خیلی به شدت ادامه پیدا کرده در آمریکا. خب همین هم داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، اما بریم بر سر اوضاع اقتصادی ایران. آقای تقی‌زاده روش مطالعه کردن امروز روز و در گذشته قیاس. آقای دکتر تقی‌زاده بفرمایید. در طول چند روز گذشته از داخل ایران شما مسائل مربوط به سیاست خارجی و مناسبات خارجی رو مطرح کردید. منبر دوم رو بگذاریم بر سر مسائل داخلی ایران. در طول این چند روز خبرهای زیادی، وقتی میگم چند روز، شاید حتی در حد 24 ساعت گذشته تا حالا، خبرهای زیادی از داخل ایران بیرون اومده که دریغ از واقعا یک سر سوزن بارقه‌ای از امید برای مردم. امروز مجلس مثلا تصویب کرده که کسانی که سرقت علمی میکنن کارشون حالا جرم تلقی میشه. یعنی جمهوری اسلامی واقعا دیگه آش اونقدر شور شده، به این نتیجه رسیده که از رؤسای جمهور تا کارمندان ارشد و غیر ارشد حکومت و سپاهی ها اگر که مدرک فوق لیسانس و دکترا و مهندسی و غیره گرفتن، بایست این مدارک بازبینی بشه. متاسفانه این تب بیرون از ایران هم وجود داشته نزد ایرانی ها. عده زیادی از هموطنان ما متهم به این بودند که مدعی داشتن مدرک علمی هستند، در حالی که این مدرک رو ندارن، همدیگر متهم میکنن. و در داخل ایران طبیعتاً این تب خیلی گرمتره، سوزندتره، و دامان حتی رؤسای جمهوری رو هم گرفته. تازه ترین اونها جنجالی است که در طول چند سال گذشته اطراف ارزش علمی کار دانشگاهی یا به اصطلاح دانشگاهی حسن روحانی برپا شده. البته وقتی که آقای حسین فریدون برادر او رو
به جرم دزدی، اختلاس، نپرداختن دیون دستگیر کردن، برای نخستین بار حسین از حسن خبرسازتر شد. ولی در لابلای اخباری که بعد از دستگیری و بعد از آزاد کردن حسین منتشر شد، دوباره اسم حسن هم مطرح شد که حالا اسم خودش رو از فریدون به روحانی تغییر داده. مدرک تحصیلی حسن روحانی که یکی دو بار هم من در این برنامه در مورد اون صحبت کردم، برای اینکه رفتم به دانشگاه، دانشگاهی که در شهر من هست و دانشگاه کوچکی است، دانشگاه جوونی است، ولی فاصلهش از ما زیاد نیست. به هر حال نشستم این دو تا کتابی که به عنوان تز دکترا و فوق لیسانس برای اون نوشتن، اونها رو دیدم، با هم تطبیق کردم، البته با حضور یک نماینده دانشگاه که نشسته بود. من از روی اون عکس نگیرم، نسخه برداری نکنم و غیره، تحت احتیاط دانشگاه، برای اینکه اونها میخوان خلاف خودشون رو به نوعی بپوشونن. و واقعا قضاوت من غیر از این نبود که این یک تقلب بزرگ، یک دزدی به تنهایی نیست، یک تقلب واقعا بزرگ. دزدی این است که شما بخشی از این مطلب رو از جای دیگه سرقت میکنید، به عنوان کار خودتون در کتاب میگنجونید و میفروشید، ولی این آدم مجموعه کارش مجموعه تقلبه. به غیر از اینکه آمیزه ای از دو کار هست، فوق لیسانسش با لیسانسش با دکتراش نمیخونه، متن نوشتهش متفاوته، هر دو نوشته از سطح سواد روحانی فاصله زیاد داره، فاصله در حد سواد یک بچه دبستانی تا یک استاد دانشگاه مثلا ادبیات زبان انگلیسی یا زبان فارسی، در این حد فاصله است بین بضاعت شخصی آقای روحانی برای نوشتن این دو کتاب تا اون چی که نوشته شده. و اینکه اصلا حسن روحانی در این شهر زندگی نمی کرده، حضور نداشته، و اون چی که به اسم اون نوشته شده نوشته غیابی است. حالا آقای کمالی، هاشم کمالی که میگن بخشی از این کتاب متعلق به اوست، از کتاب اون نقض شده، بخشی از دزدی رو منعکس میکنه. ولی خوبه آقای میبودی این کار رو دولت بریتانیا خیلی ازش استقبال نکرد و بی بی سی هم یک بار نماینده‌ای به اینجا فرستاد. گفتگویی هم کردم با یه شخصی به اسم آقای حسن متین که اینجا درس میداد و من هم با او آشنایی دارم. ولی هدف برنامه این بود که نقطه ضعف علمی حسن روحانی رو بزرگ نکنن، بلکه اون رو رفع و رجوع بکنن، جبرانش بکنن. به این ترتیب یک مصاحبه سوری با حسن متین ترتیب دادن که زمانی استاد راهنمای یا به اصطلاح استاد راهنمای حسن روحانی بوده، و توجیه این بود که نه، این کارش کار واردی است. ولی اگر واقعا یکی از این روزنامه‌ها، دولت بریتانیا مزاحم کارش نشه، بیاد و متهم بکنه دانشگاه کالدونیا رو که شما در این تقلب علمی و صدور مدرک شریک جرمید، و بیاد تحقیق بکنه و اثبات بشه، و این اثبات بسیار بسیار آسونه، که این سرقت علمی صورت گرفته، مدرکی که دانشگاه صادر کرده مدرک قلابی است، و هم دانشگاه رو زیر سوال ببره، و هم این که یک رئیس جمهوری در یک کشوری با ابعاد و اندازه‌های ایران یک متقلب علمی است. این اتفاق در هر کشور دیگه بیفته، اون رئیس جمهور بی‌آبرو میشه و از کار برکنار میشه. حالا که اصولگراها به جون به اصطلاح اصلاح طلب‌ها افتادن یا برعکس، این فرصتی است در اختیار اونها. اونها میتونن با صرف هزینه نه چندان زیاد بیان تو این شهر یک وکیل استخدام بکنن و مأمور بکنن اون وکیل رو که در این مورد تحقیق بکنه. و حالا که حالا قانون هم دارن که سرقت علمی تقلب محسوب میشه و مشمول جرم هست، این جرم رو اثبات بکنن. اونها که میخوان خرخره و دندان و نمیدونم هر جای آقای روحانی رو که به دستشون میرسه بکشن و بفشارن، این بهترین فرصت ممکنه. و من تصورم این است آقای میبودی، بعد از حسین نوبت حسن خواهد بود و احتمالاً به سراغ مدرک تحصیلی آقای روحانی میرن، برای اینکه یکی از آسیب پذیرترین نقاط ضعف حسن روحانیه، با دو هدف: یا اینکه او رو بی آبروتر از اون چیزی که هست بکنن، و یا اینکه او رو زیر فشار بگذارن و از ترس بی آبرویی او رو وادار بکنن حرفایی رو بزنه، کارهایی رو انجام بده، اقداماتی رو صورت بده که اونها میخوان، که این باز خطر بزرگتری است برای مردم ایران، برای کشور. در حاشیه این قضیه آقای میمودی،
دیروز آماری منتشر شد که حاکی بود از افزایش ضریب جینی در ایران. این جینی اون جینی نیست که ما در فارسی باهاش آشنا هستیم، نیم جین یا دو جین یا غیره که 12 تایی میشه و نیم 6 تایی. این آماری است که فاصله فقر و ثروت رو در یک کشور ملاک قرار میده و نشون میده که توزیع ثروت در اون کشور به چه صورت انجام شده. آیا این توزیع عادلانه است یا خیر؟ یک منحنی رو یک شخصی به اسم لورنزو ابداع کرده بود که با تکیه به این منحنی میشه رسید به میزانی که سنجش توزیع ثروت در یک کشور انجام میگیره. مثلا شما میگید که در یک کشوری 20% از مردم 20% از فقیرترین گروه جامعه 5% از دارایی کشور رو در اختیار دارن، یا 40% از فقیرترین گروه جامعه 7% یا 10% ثروت این جامعه رو در اختیار دارن. بنابراین 90% بقیه ثروت در اختیار ثروتمندترها قرار میگیره. وقتی این دو رو با هم مقایسه میکنن، حالا به این نتیجه میرسن که نزدیک به 70% از مردم ایران زیر خط فقر هستن. این یک نکته. و نکته دیگر این است که توزیع ثروت به صورت عادلانه در ایران صورت نمیگیره. معنی مستقیمش این است که فاصله فقرا با ثروتمندان همچنان در حال افزایشه. به نوعی در شروع کار وقتی احمدی نژاد پول دستی به مردم میداد و یارانه ها رو مد کرد و غیره، این فاصله اندکی کاهش پیدا کرد، ولی دوباره در دولت روحانی رسیده به 40% و بالای 40%. البته این ضریب، من عرض کنم، نشانه ثروتمند بودن یا فقیر بودن یک کشور نیست. توزیع ثروت به صورت عادلانه انجام نمیشه. ممکن است که ضریب جینی آمریکا هم 40 باشه یا چین 39 باشه، ولی یک کشوری مثل سوئد کشور ثروتمندی است. در عین ثروتمند بودن همه از این ثروت برخوردارند. با شماره 25 مردم سوئد ضریب جینی چون در بین کشورهای دنیا از همه بهتره. حالا ایران در ردیف 80 کشوری است که از نظر توزیع عادلانه ثروت این کار در کشور درست انجام نمیگیره. یعنی فقیرها همچنان در حال فقیرتر شدنن و ثروتمندها در حال ثروتمندتر شدن، در حالی که واقعا کشور ما برخلاف اظهارات زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی یا به قول خودشون شیخ الوزراء که سالها در مسند وزارت بوده و ثروتمندترین وزارتخونه ایران رو در اختیار داشته و دارایی ها رو بین هر کس که خواسته تقسیم کرده، گفته بود این حرف زنگنه در حدود 8-9 روز پیشه که ایران کشور ثروتمندی نیست. البته میخواست او نتیجه دیگری از این حرف بزنه بگیره، ولی حرفش رو غلط مطرح کرد که ایران کشور ثروتمندی نیست. حتی اگر درآمد نفتی ما 50 میلیارد دلار باشه، با توجه به تولید ملی ناخالص یا خالص، این درآمد نفت بخش کوچکی از نیازها رو تامین میکنه، ولی یک واقعیت رو به صورت آشکار و با حق بازی متعارفی عوامل جمهوری اسلامی او پنهان کرد. اینکه ایران واقعا کشور ثروتمندی هست، ولی فقر زده شده، نه فقیر. این فقر زدگی رو شما به کشور و به مردم تحمیل کردید. اگر دیروز آماری در ایران یا گزارشی در ایران منتشر میشه که حالا به لیست کسانی که تنفروشی میکردن، اگر زن هستند تنفروشی میکنن برای لذت دادن به دیگران و فحشا در جامعه رشد میکنه، و اگر مرد هستن و یا حتی زن و قصد تنفروشی از اون نوع رو ندارن، اعضای بدنشون رو میفروشن در هر بیمارستان، روی درختهای چنار خیابان پهلوی آگهی های فروش اعضای بدن با شماره تلفن و مشخصات آدم ها درج میشه، این بار پیوند مغز استخوان رو هم به لیست کلیه قرنیه چشم و بقیه اعضای این جوانهای 31 ساله و 2 ساله اضافه کردن.
مملکتی که میتونست در جمع پنج کشور ثروتمند و قدرتمند دنیا باشه به روزی نشوندن که حالا جوانها مغز و استخوان میفروشن بدون اینکه حتی فکر کنن آیا فروش این مغز و استخوان دردی رو درمان میکنه یا نه. همزمان با این یادم اومد آقای میمودی که آمار دیگری 48 ساعت پیش در ایران منتشر شد که 12 میلیون از مردم ایران دچار نارسایی های روانی هستند، ولی قطعا در این دولت کسانی هستند که دیوانن و یکی از این دیوانه ها روز گذشته اعلام کرده بود که خانم رضاخانی دانشمند جوان و ارزشمندی که در آمریکا جون خودش از دست داد ترور بیوشیمی شده بوده و او رو ترور کردن و کشتن. واقعا چرا باید یک دانشمند جوانی رو به این صورت در یک کشوری مثل آمریکا آمریکایی ها یا کسان دیگری بکشن؟ روس ها چرا؟ جمهوری اسلامی چرا؟ ولی به جای تقدیر کردن از یک جوان از دست رفته، حالا نزد خانواده و کسان و این شایبه رو درست میکنن. میخواستم نتیجه بگیرم که حتی از مرگ رضاخانی هم اونها میخوان سوء استفاده بکنن برای رسیدن به هدفهای سیاسیشون، و اینها هستن از جمله کسانی که ما در شکم 12 میلیون ایرانی دارای نارسایی های روحی و روانی ازشون یاد میکنیم. کشور ما کشور ثروتمندیست، ایران کشور ثروتمندیست. این رو دیگه انقدر ما تکرار کردیم، همه بینندگان ما و بقیه مردم هم شنیدن و میدونن که ما ترکیب گاز و نفتمون بزرگترین ثروت انرژی فسیلی در تمام دنیاست. ذخایر سنگ آهن ما، ذخایر منگنز، ذخایر مس و قلد در کشور ما در ردیف 10 کشور بزرگ دنیا قرار داره، و اگر از این ذخایر استفاده درست بشه بلاحت آقای زنگنه اثبات میشه که این سوء مدیریت گردانندگان این کشوره که مردم رو فقر زده کرده که باید اعضای بدن خودشون رو بفروشن، اخلاق خودشون رو بفروشن، تن خودشون رو بفروشن برای اینکه بتونن شکمشون رو سیر بکنن، در حالی که اونها میتونستن به دنیا حکومت بکنن. چنانکه پیش از انقلاب این مملکت به منطقه حکومت میکرد، میان گاز ایران رو برای اینکه نمیشه توی بشکه کرد و توی کامیون کرد و به کشور دیگری فروخت و این دارایی ملی بین اعوان انصار اونها به نوعی تقسیم بشه، مثل نفت نیست که داخل لنج بکنن، داخل کامیون بکنن، داخل نفتکش بکنن، به اینجا و اونجا بفروشن و چند هزار اعوان انصار خودشون رو سیر بکنن. کارخونه های پتروشیمی درست کردن و این کارخونه های پتروشیمی به کسانی مثل نعمت‌زاده تعلق داره که گاز رو به شکل جامد میدن، با ساده ترین شکل تبدیل پتروشیمی اون رو به پلیمرهای ساده که قابل حمل هست تبدیل میکنن و پول گاز رو به صورت دلار تحویل این جماعت میدن و اونها همین سرمایه رو منتقل میکنن به جاهایی که دور از دسترس مردم ایران هست. ولی آقای زنگنه، تو قادر نبودی در زمانی که اختیار داشتی و هنوز که اختیار داری به جای تقویت این شرکت های به اصطلاح پتروشیمی، به جای سوزاندن گاز در داخل کشور که 30% اون حداقل به هرز میره، کارخانه های آب شیرین کن درست بکنی. مگر ایران چقدر از نظر محیط زیست با عربستانی که 95% اون شنزار هست فاصله داره، که عربستان باید صادر کننده گندم باشه برای اینکه آب شیرین کن داره و ما بایستی که حتی از نظر خوشسالی در وضعیتی قرار بگیریم که افغان ها هم به حکومت و دولت و مردم انتقاد میکنن که از آب در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان استفاده بیرویه میکنن. جنگ آب یک واقعیته که در سالهای آینده در نقاط مختلف ایران روی خواهد داد به علت بی تدبیری این دولت. واقعا نمیشد در سراسر مناطق جنوب ایران کارخانه های بزرگ آب شیرین کن نصب میکردید و مسئله خوشسالی ایران رو حل میکردید. تا چقدر بشنویم که دریاچه رضایه در حال خوش شدنه؟ تا چقدر گریه کنند که اشک اونها از سیلاب رودخانه زاینده رود بیشتر باشه؟ اینها ندانم کاری های دولتی است که مدعی تدبیر امیده و اینها هستند که ایران رو امروز اداره میکنند و اونها هستند که میگن کشور ما فقیر، در حالی که به دروغ به مردم تحویل میدن شما فقیر هستید. اونها فقر زده هستند در نتیجه ندانم کاری های این دولت. خب تشکر میکنم. توضیحات آقای دکتر تقی‌زاده رو شنیدید هم یا نه؟ ما الان توی دهلیزی هستیم که
میدونیم در انتهاش هیچ روزنه‌ای وجود ندارد. جمهوری اسلامی ظرفیت ماندگاری را از دست داده. ما مصلوبیم از هر نظر، از اقتصادی مصلوبیم، از آب مصلوبیم، بحران محیط زیست داریم، بحران اقتصادی داریم، تورم قرار تو یک دهه آینده ادامه پیدا بکنه و رشد داشته باشه. این خود گزارشی که دولت آقای روحانی داده. از همه بدتر هیچی راهی برای خروج از بنبست وجود نداره به نام گفته وزیر اقتصاد مملکت جز صادرات. و همه ما میدونیم ما چیزی نداریم به خارج صادر بکنیم. در نتیجه ایران به بنبست رسیده و امروز شاهد هستیم که کشوری مثل ایالات متحده آمریکا در برابر جمهوری اسلامی شمشیر از رو بسته، هیچ هم پنهان نمیکنه. هیچ کدام از مقامات هیئت حاکمه موجود در ایالات متحده آمریکا این موضوع رو انکار نمیکنه که این حاکمیت باید بره و عوض بشه. نشون میده که آمریکایی‌ها سیاست سازش مماشات رو کنار گذاشته، سیاستی که 8 سال دوام پیدا کرد. خب حالا سوال اینه، با توجه به این تصویری که آقای دکتر تقی‌زاده به دست داری، تصویر حرفه‌ای و کارشناسانه، چه باید کرد؟ الان ایرانی‌ها به این نقطه نظر رسیدن. و بعد دیروز حرفای فرانک رو شنیدیم، از مرکز تهران به ما گزارش میداد تمام مصائب و مشکلات رو داره با پوست و گوشت و استخوان خودش احساس میکنه. سال گذشته نومید بود، مایوس بود، میگه مایوس شدم از هر اتفاقی که به سود مردم و در جهت منافع این مردم باشه. اما حالا به این نتیجه رسیدم که نه، هر آن ممکنه اتفاقی رخ بده. آقای تقی‌زاده، از بازارچه‌ها عبور میکنیم، مطمئنم که هموطنان ارجمند انتظار دارن شما پس از این تفسیر آلمانی که کردید به ما بگید که چه باید کرد، الان باید چه کرد. هفته گذشته بحث رو فتح باب کردید، اجازه بدید که این گفتگو رو این بار هم ادامه بدیم، هموطنان هم شرکت بکنن، ببینیم نظر اونها چیست. من به نظرم رسید که یک از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که یک نظرسنجی کمه پرسی نمادین و ونزوئلا هم اپوزیسیون در این کار میکنه، البته در درون کشور در این کار میکنه به نظر میرسید. در این موضوع رو با صاحب نظران در میان میگذارم، پاره موافقم، پاره مخالفم، پاره موضع بینابینی دارن، نه موافق نه مخالف، شاید به عوارضش فکر میکنن یا به پیامدهاشون. میدونیم الان هر کاری که صورت بگیره گروهی هستن که سعی میکنن که علیه اون کار و اون پروژه شمشیر بکشن. بوده ما نبیم که دوچار واهمه نیستیم، دوچار ترس هم نیستیم، ولی واقعا میخوام ببینیم که چنین چیزی مؤثر هست، ممکن هست، یه کاری سختی نیست. یه روزی ایرانی ها باید اعلام موضع بکنن. آخه نمیشه که ما همه چیز رو به خارجی واگذار کنیم. خارجی قدرت برتر رو در ایران جستجو نمیکنه که، میخواد منافع خودش حفظ بکنه. هر چقدر دولت ضعیفتر، بدبختتر، بیچارهتر، بینواتر، منافع خارجی بیشتر تامین میشه. کدام حکومت در خاورمیانه بهتر از حکومت موجود سوریه است که میتونه منافع غیر رو تامین بکنه؟ این حکومت بدبخت تو سری خور بیچاره ای که نه استقلال داره، از هر نظر از چهار جهت به خارجی وابسته است و دستش دراز جلو همه برای اینکه چند صباح بمونه. چی بهتر از این؟ اگر خطری داشت که اول اسرائیلی ها میرفتن سراغش. حرف بنده اینه که نوشتن سرگذشت خاورمیانه جدید از مدت‌ها پیش، از چند سال پیش شروع شده، کماکان ادامه داد. ما به نباید اجازه بدیم که سرگذشت میهن و سرزمین ما رو در این خاورمیانه جدید دیگران بنویسن. باید قلم رو آماده کنیم برای نوشتن سرگذشت خودمون و این محتاج دخالت ماست. وقتی میگن فرصت تاریخی، همین تاریخ زیاد منتظر نمیمونه، در قلباب میکنه، در رو باز نکنید میره و معلوم نیست که فرصت بعدی کی پدید بیاد. اجازه که بریم به سراغ آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، از راه دور با ما هستن. دکتر تقی‌زاده، چه باید کرد؟ واقعا این پاسخ رو باید از صدای شما بریده شده. آقای میبینید
دکتر تقی‌زاده صدای بلنگوتون رو یکم کم کنید چون صداتون با قطع پخش میشه. صدای بلنگوتون. خب بفرمایید. این پاسخ این پرسش شما رو آقای میبودی نمیدونم که واقعا یک نفر یا ده نفر یا چند نفر باید کمک کنن برای پیدا کردنش. ما کار خودمان رو میکنیم، به اصطلاح مردم باید کار خودشون رو بکنن، یعنی ما مسئله رو توضیح میدیم، برای پیدا کردن راه حل مردم باید به درون خودشون برگردن یا باید انتخاب بکنن بین این مرگ تدریجی، بین این انهدام گام به گام، از بین رفتن همه چیز، از دارایی‌های ملی گرفته تا آینده جوان‌ها، سلامت اونها. روز به روز مملکت و مردم دارن تحلیل میرن، در داخل و خارج اندازه‌های ایران کوچکتر و کوچکتر میشه و تا زمانی که این حکومت برجاست این وضعیت ادامه داره. بعضی ها مثلا خارج از مملکت نشستن ساز تکوک خودشون رو میزنن، برای همین محفل‌های چهار نفری پنج نفری دور هم جمع میشن و خوزبلات خودشون رو میگن، لاتالات خودشون رو میگن و راضی هستن به این که این دکانها رو حفظ بکنن و یکی رئیس بشه، یکی مرعوس، یکی بشه بوق زدن بین پنج یا شش نفری که دور هم جمع میشن و فکر بکنن که در این جمع شدنها واقعا مسئله مردم ایران رو حل کردن در همین اجتماعات. ولی واقعیت در ایران داره اتفاق میفته، واقعیت نزد مردم داره شکل میگیره و اونا هستن که باید با درک این وضعیت واقعا بجنبن. این که شما گفتید بریم گمانه‌زنی بکنیم، نظرخواهی بکنیم، خب با چه هدفی؟ ما واقعا نمیبینیم و مردم ایران نمیدونن که در ایران چی داره میگذره. آیا واقعا اونها گول میخورن که اگر چند درصد رفتن رای دادن همه اون چند درصد حامی وضع موجود هستند، یا این گمانه‌زنی ها رو سازمان های اطلاعاتی کشورهای بزرگ حتی در داخل ایران به همین صورت نظرسنجی انجام نمیدن ولی به صورت پنهانی و اونها به دولت های خودشون گزارش نمیدن که چقدر این حکومت مورد نفرت مردم ایرانه. ما وقتی به تاریخچه زمان جنگ نگاه میکنیم، گزارش های محرمانه ای که بین عوامل خودشون، منظورم جنگ ایران و عراق از جنگ 8 ساله، وقتی در 2 سال آخر اینها مکاتبات خودشون رو با هم مبادله میکردن، خودشون اعتراف میکردن که آقا مردم دیگه از ما پشتیبانی نمیکنن، مردم دیگه به جبهه جنگ نمیرن، دیگه اون سیل داوطلبانی که از حکومت حمایت میکرد وجود نداره. الان 30 ساله که کفگیر این حکومت به ته دیک خورده و مردم از اونها قطع امید و قطع انتظار کردن و اگر که قصد تغییر اونها رو نمی کنن، مثل نرفتن بیبی به میهمانی از بیچادری است، ابزار اون رو در اختیار ندارن ولی باید این ابزار رو فراهم کرد. اگر در خارج از ایران گروهی سازمانی میتونه تلاش بکنه با تلاش فردی ابزار برای خودش فراهم بکنه، باید مردم ایران هم این ابزار رو در داخل کشور برای خودشون فراهم بکنن، اونها رو اختیار بکنن، به دور هم جمع بشن. واقعا تا کی باید این سقوط تدریجی رو تحمل کرد و در انتظار معجزه از خارج از مرزها باقی بود؟ مردم ایران اگر اراده کردن، واقعا هزینه‌ای که می‌پردازن هزینه چندانی نیست. باید اقدام کرد، باید به پا خواست، باید حرکت کرد. البته یک واقعیت دیگه این است که این حکومت هم از درون میپاشه، چنان که حالا در حال فروپاشی است و شما هم به اون اشاره کردید. یک پنجره الان باز شده خارج از مرزهای ایران، محیط تنفسی این حکومت بدتر از پیش شده، تنگتر از پیش شده و از این فرصت مردم باید استفاده بکنن و اگر بلند شدن، حرکت کردن، قدمی برداشتن، این قدم و این حرکت انتظار باید داشت که با استقبال خارج از مرزها روبرو بشه، به اونها کمک بشه، از اونها پشتیبانی و حمایت بشه. من اونها رو همینطوری به سینه جنگ نمیخوام بفرستم و بگم که واقعا اگر رفتید این نتیجه حاصل میشه، ولی واقعیت این است که وضعیت خارجی ایران الان فرق کرده و الان محیط مناسبات خارجی جمهوری اسلامی شبیه دوران آقای اوباما نیست و از این پنجره باید استفاده کرد و اون رو بازتر کرد.
پایین می بودید. من ترجیح میدم که بعد از این گفتگوی مختصری که با هم داریم به تعدادی از پیام های بینندگان شما هم برسیم. حتما. این که بنده صحبت از رفراندوم در واقع بهانه است برای اعلام حضور. ببینید تمام دنیا میدونه، تمام اتحادیه اروپا میدونه که نیمی از مردم ترکیه سیاست های آقای رجب طیب اردوغان رو نمیپسندن، اون رو برای ترکیه خطرناک میبینن. میدونن که بسیاری از تجار ترکیه ورشکست شدن، بسیاری از رستوران ها ورشکست شدن، خیلی از سرمایه گذاری ها نیمه کاره موندن بعد از اعلام این سیاست های جدید و بعد اسلامی کردن ترکیه. ولی معذره مردم میرن توی خیابون یه 450 کیلومتر رو طی میکنن تا به دنیا بگن ما حاضریم، ما حضور داریم، روان ترکیه رو عوض کردن اون کاری که انجام دادن و 2 میلیون نفر در استانبول از اونها استقبال کردن. یعنی حرف من اینه که ما به شکلی بالاخره باید اعلام حضور بکنیم. ببینید تا زلزله نیاد، وقتی زلزله میاد همه با هم بلند میشن، اگه توی اتاقی باشن، تو تالاری باشن، تو سینما باشن، میریزن به بیرون. ما دنبال انگیزه میگردیم، ولی بلند شدن باید انگیزه داشت و به نظر من این انگیزه ممکنه هر آن پدید بیاد. مردم ایران هم سریعاً اثبات کردن، در توی تاریخ تجربه داریم، سریعاً به هم میچسبن، سریعاً در کنار هم قرار میگیرن، از این بابت هیچ جای نگرانی نیست. یه استعداد فوق‌العاده در با هم بودن، همایی و کنار هم ایستادن. بینیم روی خطوط تلفن خط شماره 2. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب میبودی، جناب تحریزاده. قربان شما. من میخوام بگم که ببینید اون حرکت مقاومت خود به خود از درون مردم شروع شده. در کشورهای دیگه دوزها میرن بانک میزنن، بانک میروباین، در اون کشور بانک تأسیس میکنن دوزها. مردم هر روز دارن مقاومت میکنن در مقابل بانک ها، در گوش و کنار، در هر جا، در مقابله یک روحانی در نیشابور دیروز، چند روز پیش که شما در مترو شنیدید، من از منبع موثق از کسانی که از شهر ری آشنا دارم گفتن که این جوان ورزشکاره که دفتر خدماتی فیزیوتراپی هم داشته، بسیار آدم معروفی بوده و خیلی آدم سرشناس و نجیب و پهلوان بوده در شهر ری. ایشون وقتی که میبینه این آخوند میاد به دو سه تا دختر گیر میده و سوال میکنه که این چه پوششه، میره از اونا دفاع کنه که این شروع میکنه پرخاشگویی و حرفای بسیار رکیک به این جوان زدن و این جوان چاقویی چیزی در دستش نبوده، فقط از مشت و لگد استفاده میکنه و اینها از فاصله نیم متری تیر مستقیم به پهلوی جوان میزنن و میندازنش. سپاسگزارم. ممنونم. درود بر شما، بفرمایید. ببخشید. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. اون از که روی خطوط تلفن بودن سایمان از خواهی میکنم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. همچنین جناب آقای تغییرزاده. جناب آقای تغییرزاده، حرفاتون بسیار عالی مثل همیشه تاثیرگذار. ولی چرا آلترناتیو ما میون مردم نیست؟ کدوم انقلابی شما سراغ دارید که آلترناتیو در بیرون بخواد مردم هدایت کنه به جز این انقلاب سال 57 که به توسط بی بی سی و خب همین دولت آمریکا که بعد از اسنادی هم رو شده که آقای کارتر هم دست داشته، پول داده، کمک کرده. وگرنه آقا مردم ایران باید آلترناتیو با مردم باشه. من آلترناتیو اون از مردم فاصله گرفته، پشت سر مردم وایستاده. ما مشکلمون اینه. بعد وایستادیم تا جمهوری اسلامی برای ما آلترناتیو درست بکنه، مثل اون آلترناتیو هایی که در حصد خودشون قرار داده، حصد خانگی، بعد اینا رو برای ما علم میکنن، یا مثل انتخابات ریاست جمهوری برای اون کاندیدا درست میکنن، بعد بدتر میکنن، میگه این وظیفه شما، یکی رو انتخاب کنید، نمیخواید همینه که هست باید بخورید. تشکر. خوش میخواه آی دارید تقضیل بفرد. من گفته بینندهی که مطالبشون رو مطرح کردن من رو بیاد موضوع دیگری انداخت که ما پیشتر داشتیم. آقای بودن به اسم آقای باریکبین که عده‌ای از بینندگان منتقد او بودن، بعضی ها هم تعریف و تمجید میکردن، ولی ظاهرا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بعد به این نتیجه رسید که استدلال های ایشون خیلی کارآمد نیست و اون چی که میگه بیشتر به زیان حکومت جمهوری اسلامیه، برای که جمهوری اسلامی از راه عقلی واقعا با هیچ کس قادر نیست داخل یک مناظره بشه.
و از اون مناظره موفق برگرده و تأثیری در افکار عمومی بگذاره. حالا در حد بیننده هایی که ما داریم، شنونده هایی که ما داریم، او همین کار رو شاید با شبکه های دیگه، برنامه های دیگه هم میکرد، ولی به نتیجه منفی میرسید. کسانی که او رو مأمور این کار میکردن، حالا برخورد دیگر شبیه مطلبی است که بیننده اخیر ما گفتن که به جای یک کسی مثل آقای باریکپین که به نظر اهل مطالعه و پیگیری مسائل میرسید، کسانی بذارن که خیلی اهل مطالعه ظاهرا نیستن و به زبان آدمهای خیلی معمولی صحبت میکنن، ولی در آخر ضمن این که از در موافقت با من یا شما یا برنامه برمیان، بین صحبت ها یکی دو گریز میزنن که اون گریز هدف اصلی تماس گرفتن اونهاست و هدف ماموریت اونهاست که در این گریز بگن که آقا چیزی وجود نداره، اپوزیسیونی وجود نداره، آلترناتیوی وجود نداره، همه اینها ساختگی و قلابی و متعلق به خارجه، و بعد به نتیجه برسن که این کار به نتیجه نمیرسه و بعد بخوان که به نوعی این گفته رو به عنوان حرف دل مردم عادی ایران و غیر معمول اینطور خرج بکنن که جمهوری اسلامی ماندگاره. ولی اینطور نیست، همه در حال تلاشن. هم. شما هم به بخش اونها خواسته و ناخواسته اشاره کردید. هزار و یک جرقه ممکنه بخوره ولی این انبار کاه با آتش کشیده نشه، ولی یکی از این جرقه ها به هر حال انبار کاه رو آتش خواهد زد و وقت این شعله افروخته شد قابل مهار نیست. تشکر برم توی دمانده این شنانده آخر ایجون از که چهره های بیان پرست ماست و اون چی میگه اثر دلسوزی. نه من منظورم ایشون نیست، از ایشون من استفاده کردم برای اینکه الگوی مورد نظرم رو تر بکنم. تشکر. درود بر شما، بفرمایید. سلام قربان، حالت خوبه؟ تشکر میکنه. جناب ایبودی، من بعد عرض سلام خدمت جناب عالی و دکتر تغیزاده، در مورد این مسئله آماری که شما بهش چندین بارم اشاره کردید و دیروز هم بهش اشاره کردید یه نظری دارم. میتونم یه دقیقه وقت سر بگیرم؟ آره حتما، بفرمایید. نظر خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. ببینید، اول اینکه بر اساس مسئله آماری سمپل هزار تا یا هزار یکی میزان کمی نیست. اگه توجه شده باشه که در این آمار از گروه های مختلف، از ریشیال بکگراند های مختلف، از مکان های مختلف درش گنجونده شده باشند و تمام جوانب در نظر گرفته شده باشه، در نتیجه سمپل 1,100,000 نفر امکان نداره، چون هزینه اش بالاست و اینا پشت این مسئله دانش و تجربه بسیار زیادی هست که شما وقتی که میدونید که فقط 3% خطا داره، یعنی 97% این قابل قبول هست. حتی اگر که شما اینو 97 دفعه دیگه تکرار بکنید بازم به همون نتیجه در حقیقت میرسید. نکته دومی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که تمام آمارهایی که آمده بیرون توسط بلومبرگ، واشنگتن پست، ای بی سی، گالوپ و سی بی اس غیر از رسمسن، اینا همشون دیس اپروال، یعنی نظر منفی نسبت به آقای ترامپ رو یکسان دارن نشون میدن. تقریبا بلومبرگ میگه 55% ایشون نظر منفی در موردش هست، 58% واشنگتن ای بی سی داره میگه، گالوپ میگه که 56% مردم مخالف هستن و سی بی اس 57%. یعنی شما بین 57 تا 58% مردمی که از سمپل ازشون گرفته شده در امریکا با ایشون مخالفت دارن، در بر طبق این 4 تا، بلومبرگ، ای بی سی، واشنگتن، گالوپ و سی بی اس. تنها دونه ای که تنها آماری که حتی رزمسن دیروز میگه 58% مخالفن. حالا شما موقعی که به قسمت اپروال یا قسمت مثبتی که تاییدیه این کار رو نگاه میکنید، ببینید که اختلاف هست. اختلاف هم فقط سر مسئله رسمیسانه که 42% ایشون رو میگه که مردم تایید میکنن، در صورتی که اونای دیگه بین 36% تا 39% و 40% میگن. و دلیل این اختلاف هم به این صورت هست که سمپل گیری رسمیسان با بقیه متفاوته. رسمیسان تمام کسایی که میتونن رای بدن و واجد شرایط ممکنه نباشن هم میگنجونه، در صورتی که اون آمارگیری های دیگه 4 تا گروه دیگه که خدمتتون عرض کردم فقط با اعداد
این مسئله رو روش تاکید میکنه. در نتیجه این یه اختلاف به وجود میاد. قسمت دوم اینه که رسمیسن سلفون تلفن ها رو قبول نمیکنه، فقط تلفن های خونگی رو، لند لاین ها رو استفاده میکنه. در نتیجه اونم خودش مقداری در حقیقت یه بایست، یک اختلافی در بین این آمارگیری به وجود میاره. در نتیجه پوینتی که من خدمت عرض بکنم، واقعا اتفاق عجیبی نیفتاده و بحرانی هم در آمارگیری نیست. اینها بسیار ساینتیفیک هست و اینا همشون با همدیگه کانسیستنت هستن. فقط رسمیسن رو خیلی قبول دارن که در حقیقت خارج از گوده، یه مقدار زیادی نظرات متفاوتی میده از بقیه، در حالی که بقیه همه سر جاشون هستن و به یکسان نظر میدن. خیلی ممنون از اینکه برخورد کردید. ازگار لطف کردید. لطف کردید. ولی فراموش نکنید که مثلا در مورد برگزیت، خروج بریتانیا، آمارگیری‌هایی که شد بعد اثبات شد که واقعی نبوده. در مورد آقای مکرون حتی تو اونجای نظرسنجی ها پیش رفتن که امکان دادن خانم لوپن برنده بشه. هیچ بنگاه نظرسنجی پیش بینی نکرده بود که آقای مکرون بین 400 تا 450 کرسی در پارلمان به دست بیاره و اسباب حیرت بشه در تاریخ فرانسه. نه واقعا اینجوری هم نیست. زیادی از این نظرسنجی ها صورت گرفت ولی بعدا مردم، خود مردم غافلگیر شد از اتفاقاتی رخ داده بود و همین بنگاه های نظرسنجی اونا رو پیش بینی نکرده بودن یا اعداد و ارقام چنین چیزی رو پیش بینی نمی کرد. در مورد آقای ترامپ هم همین. نگاه کنید به آخرین نظرسنجی هایی که در خود آمریکا صورت گرفته در کارزار انتخاباتی. آقای دکتر بفرمایید. تغییر زده. من مطلب خاصی ندارم. قسمت عمده مطالبی که ایشون گفتن مطالب درستی است و سازمان های نظرسنجی هم واقعا همه بی اعتبار نشدن، ولی دقت نظرسنجی که مردم از اونها انتظار داشتن در مواردی مورد تردید قرار گرفت و این دقت در بعضی موارد، مثلا سنجیدن میزان محبوبیت یک رئیس جمهور، بستگی به نوع سؤالی داره که مطرح میکنن و بستگی داره به شیوه گمانه‌زنی که انجام میدن، که ایشون به یکی از این موارد استفاده کردن، تلفن خاص از مناطقی خاص، و چه کسی این سوال‌ها رو طرح می‌کنه و چطور از اون نتیجه می‌گیره. رمسمیسن ممکن است که سوالاتی که مطرح می‌کنه با بلومبرگ فرق داشته باشه. بنابراین در مورد نحوه منفی کار یک رئیس دولت ممکن است به نتایج متفاوتی برسن. در مورد آپروال ریت، اگر که سوالی که مطرح می‌کنن که همه شما آیا تایید می‌کنید آقای ترامپ رو، این تا حدی می‌تونه به واقعیت نزدیک باشه، ولی مسئله ما مسئله آمریکا نیست و نظرسنجی برای تعیین محبوبیت یا عدم محبوبیت آقای ترامپ یا خانم کلینتون نیست. اینجا مسئله مردم ما در داخل کشور و حکومتی است که به اونها حاکم است. جمهوری اسلامی همونطور که بیننده عاقل ما مطرح کردن و گفتن که جمهوری اسلامی برای ما اپوزیسیون هم درست میکنه، که حرف درست این تلاش اونها میکنن، در همه گروه هم نفوذ کردن، آدمایی هستن که به اصطلاح به قول فرنگی ها سوپر ناسیونالیست هستن و ادای آدمهای وطن پرست در میارن، ولی در باطن خیانت میکنن به مردم ایران، پوست نیش رو به تن کردن و اینها هستن که حتی اگر حقوق نمیگیرن مامور جمهوری اسلامی هستن، یعنی در آب آسیای جمهوری اسلامی می‌ریزن. اینها هستن که در لباس همسو و همراه لطمه و ضربه می‌زنن به کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی می‌خوان بیستن و این آبرویی بی‌آبرویی را به تن می‌خرن. با این حال با اصرار به کارشون ادامه میدن. خب جمهوری اسلامی از این جور عوامل یا حقوق بگیر یا غیر حقوق بگیر هم در اختیار داره و نه تنها میره اپوزیسیون درست میکنه، آدم نفوذی میفرسته، نظرسنجی هم انجام میده و شاهد بودیم در طول این دو سال گذشته به خصوص دولت روحانی از این ابزار استفاده زیادی کرده. سازمانی در واشنگتن دارن، سازمانی در نیویورک دارن، مؤسسه نسبتاً بزرگ در تورنتو دارن و زبان این مؤسسات آماری در میارن که ظاهراً آمار مورد نظر مردم ایرانه و به عنوان نظر مردم رو به افکار عمومی نه تنها در داخل کشور، به خارج از کشور هم میفروشن و بعضی از کشورهای خارجی ممکنه گول بخورن، ولی طبیعتاً رسانه هایی که این آمار رو دریافت میکنن با تبلیغش، با انعکاس دادنش، اون رو به عنوان نظر مردم میفروشن. حالا در این سیاه بازاری که حکومت از هر ابزاری براش سوء استفاده میکنه تا خودش رو درست جلوه بده و خودش رو خوب خرج بکنه، طبیعتاً
وادنگ زدن به این هیله و ترفند حکومت اسلامی و خونسا کردن این حق بازی میتونه مؤثر واقع بشه و باید اگر به این سمت میریم قصد نظرسنجی داریم واقعا بایستی مؤسسه‌ای باشه که حداقل استقلال رأی اون رو مردم بپذیرن، نه شبیه مؤسساتی که جمهوری اسلامی استخدام میکنه و قصدش تبلیغ دروغه، حتی اون 1000 تلفن رو هم انجام نمیده ولی آمار رو از سوی مردم منتشر میکنه. تشکر میکنم. از برنامه امروز رو به خلوت پیشکش بکنیم، دختر خانمی که با یک دامن کوتاه بدون حجاب، میدونی در عربستان سعودی خانم‌ها باید با عبا در ملاء عام ظاهر بشن با مقنعه، اونم در یکی از روستاهای بسیار کانسرواتیو محافظه‌کار قدم زد، از خودش فیلم گرفت، یک فیلم 6 ثانیه‌ای که دنیا رو تکون داد. بسیاری از فیلم‌های هالیوودی خب طرفداران زیاد داشته در کشورهای اسلامی، ولی این فیلم 6 ثانیه‌ای رو میلیون‌ها تن در جهان اسلام مشاهده کرد. نظام تارانکبوتی در مملکت دچار لرزه شده، یعنی این فیلم 6 ثانیه‌ای ببینید چقدر اثر داشته. متاسفانه خلود رو روز گذشته پلیس شریعت در عربستان دستگیر کرد، ولی این دختر شجاع توانست با کار خودش نشون بده که نسل جوان در عربستان چی میخواد. یازر نیست که رسومات 1000 اندی سال پیش رو در این دور و روزگار حفظ بکنه. اکثریت در عربستان سعودی با نسل جوانه، یعنی جوانها اکثریت رو تشکیل میدن، به اینترنت دسترسی دارن، دنیای بیرون رو میشناسن، برخی از اونها به خارج سفر میکنن، در چه نمیشه اونها رو در قفس 1000 ساله نگاه داشت. اونا هم دلشون میخواد پا به 1000 سوم بگذارن و این دختر این کار بزرگ رو انجام داد. تقدیم و پیشکش به خلوت امینان و آقای دکتر تقی‌زاده عزیز هستیم. امینان دکتر تقی‌زاده در اسکاتلند زندگی میکنن و به دانشگاهی هم که گفته شد آقای روحانی در اونجا فارغ التحصیل شدن، چندین نوبت رفت آمد داشتن، درخواست تز دکترای ایشون رو کردن، پرونده ایشون حذف شده بود، یعنی دیگه نبود در بایگانی تو اونجایی که من خبر نیست، پرونده رو برده بودن نیست آقای دکتر؟ نه، مدارک به اصطلاح علمی آقای روحانی فقط شامل تز پایان نامه اوست، مدرک خاصی اینجا نیست. ولی کسانی که به عنوان راهنما اسمن کار میکردن برای آقای روحانی و او دانشجوی اسمن این افراد بوده هستن. یکی از اونها حسن متین در ایران زندگی میکنه، اینجا نه خیلی دور از خونه من خونه ای داره و فکر میکنم که هفته پیش هم در گلاسکو بود. استاد دیگه بازنشسته شده، او هم مثل حسن متین دانشگاه رو ترک کرده، ولی کسی نیست که مفقود شده باشه. اون شخص هم یک ایرانی دیگری است که در کالدونیان مشغول کار بوده. دو فرد دیگری که در مالزی و در مصر منابع علمی اونها مورد سرقت قرار گرفته، اونها هم وجود دارن و تزهایی که اونها منتشر کردن هم هست. منابع برای پیگیری تقلب آقای روحانی منابع بسیار بسیار فراهم و متعددی است، فقط یک همت عالی میخواد، اراده‌ای میخواد و اندکی سرمایه این کار را نظر حقوقی پیگیری بکنن. اون وقت هم آبروی دانشگاه کالدونیان خواهد رفت و هم به خصوص آبروی آقای روحانی. تصور من این آقای می بودی که خیلی دیر نخواهد بود بعد از اینکه آقای حسین فریدون رو به حسابش رسیدن، همونطور که ذره ذره اطراف آقای احمدی نژاد رو می گرفتن، سراغ حسن آقای روحانی و فریدون سابق هم برن. قضیه اینها به نوعی البته آقای می بودی از دید من شبیه فیلم های تامنجری است که کمپانی والت دیزنی زمانی درست میکرد، شاید به زمان نوجوانی شما همون قد بده، که تام و جری دائم دنبال هم میکردن، به نوعی همدیگر رو هم میپاییدن، ظاهرا با همدیگه دوست نبودن، به سر و کله همدیگه میکوبیدن
ولی همه برنامه سر این بود که مردم دیگر رو بور بزنن. گاهی هم ضربه میخوردن، بیهوش میشدن، میموندن، ولی اون تک پنیری که بین اونها بود رو دست به دست میکردن، گاهی به دست این و گاهی به دست اون میرسید. حالا تام در این بین آیا اصولگرایان سپاه پاسداران جری حکومت وقت روسه است، این رو نمیدونم، ولی این نقاشی، این بازی تام و جری رو هم با رفسنجانی کردن، هم با احمدی نژاد کردن و هم با روحانی انجام میدن. تام و جری، چقدر من تام و جری دوست دارم آقای دکتر تقی‌زاده. بله؟ البته کمپانی ام جی ام میساخت تام و جری رو. من فکر کردم والت دیزنی ساخته. نه نه، ام جی ام میساخت مترو گالدمایر. و فکر کنید اینا اگر هنرپیشه بودن چند تا به حال ثروت اندوخته بودن، میلیاردها دلار. چون الان چندین نسل، فکر کنم نسل چهارمه دیگه، باز داره اینها رو نگاه میکنه و لذت میبره، هم از تام لذت میبره هم از جری. ما هم از اونها سپاسگزاریم که درسته با هم دعوا میکنن ولی همدیگر رو نمیکشن، همدیگر رو شکار نمیکنن. با آقای دکتر تقی‌زاده، فصل نارنجی هم که تمام شد. نه، نارنگی هم جز میوه های چهار فصل آقای می بودی. اگر میوه خوار نیستی تبلیغ میوه توی تلویزیون با هم نکنید. نارنگی رو همه چهار فصل میشه پیدا کرد. انجیره که فصل داره و این فصل ها میان و میرن. انگور یاقوتی است که میان و میرن. ولی خبر خوش برای شما دارم، مسافری از ایران عازمه و قرار است که یک جعبه پلاستیک انگور یاقوتی رو هفته ی آینده همراه بیاره. اگر میل دارید برای شما هم بفرستم. پس لطفاً یک خوشش رو برای ما پست بفرمایید، ممنون میشه. انگور یاقوت. درود بر شما، بفرمایید دوست عزیز. روزتون بخیر. امکان من واقعا مبودی شما. بله، شما صداتون در آسمان ها داره پرواز میکنه. بفرمایید. آقای مبودی، تشکر از برنامه خوبتون و تشکر از آقای دکتر تقی‌زاده. سوال من از ایشون اینه، دلیل اینکه حالا این مدارک قلابی رو عنوان میکنن چیه؟ ما که مملکتمون رهبرش که اصلا ثبات نداره. بعد خواستم دلیل این دروغ ها رو من بدونم. ممنون میشم ازتون. آقای دکتر میگن در شرایط، در بره حاضر چه دلیلی سبب شد که شما دوباره دست به افشاگری بزنید؟ من این رو مطرح نکردم، همین چند ماه، چند هفته پیش در ایران یک بار دیگه مطرح شد و وقتی صحبت تقلب یکی از دو برادر پیش آمد و او به این اتهام دستگیر شد و به زندان برده شد و بعد یک وثیقه 50 میلیاردی گذاشت آزاد شد، من به یاد برادر ارشدی افتادم که او هم در تقلب از اولی عقب نمونده. اینها آقای مهبودی مسئولینی هستند که به مردم حکومت میکنن و اینها باید دستشون باز بشه. مسئله امروز و دیروز نیست. این آقا صحبت از قداست میکنه، صحبت از روحانیت میکنه، صحبت از تدبیر میکنه، صحبت از دادن امید به مردم میکنه. اون وقت برادرش که بردستشه باید عوامل دولت رو به اصطلاح خودشون دستچین بکنه و معرفی بکنه، وزیر اینجا و اونجا بنشونه، مطابق اسنادی که عوامل شاخه دیگری از این حکومت منتشر میکنن، میلیاردها از یک بانک به بانک دیگه میبرده، از یک آدم قرض میگرفته با آدم دیگه میداده یا بانک ها رو وادار میکرده وام های میلیاردی بدن. این آقا که ظاهرا کارمند دولته، به علت اخوی به کار گمارده شده، از کجا 50 میلیارد تومان پول میاره در عرض 24 ساعت وثیقه بگذاره که بتونن آقا رو از زندان آزاد بکنن؟ آقای میبودی، این 50 میلیارد تومان شاید رقم خیلی بزرگی نیست، ولی برای خیلی ها، من در بخش اول صحبتم به ضریب جینی در ایران یاد اشاره کردم که فاصله فقر و ثروت در کشور ما در حال افزایشه. یه عده‌ای ثروتمندتر میشن، فربهتر میشن تا جایی که بترکن و عده‌ای از حال نعیفی در حال مرگن. فاصله این دوتا در حال زیاد شدن. واقعیت این است که این 50 میلیارد رو اگر به نوع دیگری ترسیم بکنیم میفهمیم که این آقای حسین فریدون کجا نشسته. حسین فریدون جایی نشسته که 1 میلیون آدم دیگه در مقابلشن. ماهانه آقای میبودی دولت به عنوان کمک خرج به هر خانواده 42 هزار تومان پول میده به عنوان یارانه. این 42 هزار تومان شما 8 هزار تومان هم روش بگذارید میشه 50 هزار تومان. با این باید امورات این مردم بگذره. 1 میلیون آدم، 50 میلیارد تومان وثیقه‌ای که آقای حسین فریدون گذاشته معادل یارانه است که 1 میلیون ایرانی از این دولت تکدی میکنن. آیا واقعا جایی نیست که هر روز خباثت این دولت رو به زبون بیاریم، هر روز موارد تقلب اونها رو بگیم
و آقای روحانی رئیس این دولته. دلیل خاصی نداره که امروز اون رو مطرح کرده باشیم. بهانه اون دستگیری یکی از این دو برادره که برادر دوم از برادر کوچکتر بهتر نیست. البته دستگیری که نکردن آزاد شد بلافاصله. ولی من فکر می‌کنم که اینها ترفندشون هم همین بود که ایشون رو دستگیر بکنن، بعدم میگن با 5 میلیارد وثیقه بگذاری و ایشون سریعاً طی نیم ساعت وثیقه رو فراهم بکنه. راست میگه آقای دکتر تقی‌زاده. فکر کنید اگر ایشون سالی 100 میلیون تومان هم که اگر حقوق گرفته از دولت، چون کارمند دولت بوده، 100 میلیون، 10 سالش میشه 1 میلیارد، 20 سالش میشه 2 میلیارد، 30 سالش میشه 3 میلیارد، 50 میلیارد تومان وثیقه رو ایشون از کجا آورده در فاصله نیم ساعت تهیه کرد؟ در فاصله نیم. من فکر می‌کنم اصلا دستگاه قضایی تمامی نمایش برگزار کرد که مردم ببینن که اینا چنین پولهای هنگفتی در اختیار دارن و واقعا هم غارت کردن. که شاخودم که نداره که غارت کرد. موضوع برای اینکه موضوع تحصیلات آقای حسین فریدون تو این روزا مطرح شده بود، سرکار خانم عزیز، و ایشون هم همین مشکلات داشته در ایران. میریم رو خط دیگری در مورد همین مدرک کارشناسیش. درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، بفرمایید. چرا میبودی این برنامه سه شنبه شما روی برنامه نیست، رو آرشیب نیست، خیلی دیر میاد. بعد قبلا تاریخ میزدن، یعنی روزشو میزدن، دو شنبه سه شنبه باید بگیم 17 کی بوده، 18 ایرانی بزنیم، خارجی بزنیم، بعد خیلی نامنظم شده. قبلا خیلی خوب بود. یه خواهشم اینه، یکی تلفناتونم وقتی ما زنگ میزنیم میره روی انسرینگ ماشین، یه کسی یه چیزایی میگه که من فکر کنم یه دوچار اشکال شده. یکی اینکه این قضیه آمارگیری به نظر من کش دادنش بیمارید. شما خودتون داره میگین آمارا همه دروغ و بعد اینکه کش بدیم بعد چی بگیره، اصلا یه مورد موضوعی که به نظر من بی مورده. اگه میشه لطفا بحث رو ببندیم. ممنون. آقا این راجب سه شنبه چی بوده آقای دکتر؟ آقای امیر شورتی عزیز لطفا ترتیب اداره مدیریت بفرمایید. آقای دکتر تقی‌زاده عزیز سپاسگزارم از حضور شما، مثل همیشه خیلی پروپیمون و آموزنده. تا دیداری دیگر ما منتظر اون خوشه یاقوتی هستیم. وقت به شما خوش. ممنون.